دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنونم که همراه فارسی مدیا شدید و ما رو سابسکرایب کردید. در این ویدیو میخواییم در رابطه با مرگ صحبت کنیم، با ما همراه باشید. مرگ چطوریه؟ روایت جالب شش انسانی که بعد از مرگ زنده شدن. تا به حال به این فکر کرده اید که اولین دقایق و لحظات پس از مرگ چه میشود؟ فرد چه میبیند و چه میشنود؟ کجا و چطور میرود؟ حرف های جالب شش فرد که زنده شدن بعد از مرگ را تجربه کرده اند را گوش کنید و ببینید چه اتفاقی پس از مرگ می افتد. این سوال قدیمی می باشد که تعداد معدودی می توانند به این سوال پاسخ دهند که پس از مرگ چه اتفاقی می افتد. از نظر پزشکی مرگ چیزی است که همه آن را به خاطر دارند و آنگونه که معلوم است دو غول بزرگی که ممکن است ما را بترسانند، مرگ و مالیات می باشد. به طور کلی مفهوم مرگ یکی از آخرین اسرار زندگانی می باشد که ما به آن پی میبریم. تأکید میشود که از آخرین اسرار زندگی صرف نظر از پیشرفت های علمی بزرگ. تنها بینش و تصور ما از فردی که مرده است این است که او جان ندارد و تنها از یک جهانی به جهان دیگر منتقل شده است. به نظر شما مرگ به چه چیزی شباهت دارد؟ در ادامه این بخش جذاب از فارسی مدیا با موضوع زنده شدن بعد از مرگ و صحبت های افرادی را میشنویم که آنها را تجربه کردند. شرایط پس از مرگ به روایت افرادی که مرده اند و سپس زنده شدند. مورد اول، مانند خواندن یک کتاب. 5 سال پیش مانیتور مانکی تحت عملهای جراحی بزرگ قرار گرفت که منجر به مرگ او به مدت چند دقیقه شد و پس از بهوش آمدن گفت من در جایی مانند فضا بیدار شدم، اما هیچ گونه ستاره یا نوری وجود نداشت و حالتی شناور مانند داشتم و حرف نمی زدم و تنها فقط آنجا بودم. من نه گرمم بود و نه سردم، نه گشنه بودم و نه خسته. یک حس خونساتوری داشتم. احساس می کردم که یک نور و عشق حقیقی در اطراف من وجود دارد. با اینکه هیچ تمایلی نداشتم و هیچ نیازی در خودم مشاهده نمی کردم و به تمام زندگانیم فکر می کردم و همانند احساس خواندن یک کتاب بود و من نیز خواننده این کتاب. این دوران هرچه بود توانست تغییراتی در من ایجاد نماید و هنوز نسبت به مرگ ترس دارم، ولی نسبت به اتفاقاتی که بعد از آن می افتد نگران نیستم. مورد شماره دوم، ملاقات شخصی عزیز و دوست داشتنی. اسچینیدا فردی می باشد که از موتور خود به زمین پرتاب شد در حالی که با سرعت 50 مایل بر کیلومتر در حال حرکت بود و زمانی که به بیمارستان رسید مرده بود. وقتی او در جاده دراز کشیده بود تا آمبولانس برسد، شخصی را که میشناخت صدا میزد. من فقط به خاطر میآورم که در یک پیاده رو بودم و همه چیز به آرامی سیاه و سیاه‌تر میشد. تنها دلیل این که خوابم نگرفت این بود که احساس میکردم برای ملاقات کسی آمدم و یک لحظه عجیب و غریبی را احساس کردم. سپس یک دست بر روی کلاه ایمنی من گذاشت و کلاه ایمنی من را از روی سرم برداشت و بعد از باز کردن کلاه برادرم را دیدم و این برای من تعجب آور بود، چرا که برادر من چندین سال پیش فوت کرده بود و متاسفانه جزئیات بیشتری را به یاد نمی آورم. مورد بعدی، یک باغ با عجایب مختلف. در حالی که بسیاری از کاربران مرگ خود را به عنوان یک حادثه چندثانیه‌ای یاد می کنند، با افرادی که به مدت چند دقیقه فوت می کنند بسیار متفاوت است. اینک روایت شخصی دیگری را که به مدت چند دقیقه فوت شده بود را گوش کنید. من به یاد می آورم که به پشت کنار آب دراز کشیده بودم و این آب به آرامی سیاه می شد. ناگهان کاملا سیاه شد و من به باغ خیره شده بودم. لازم به ذکر است که بگویم این باغ پر از گل نبود و آشغال و علف های هرزدران بود. همچنین یک زمین بازی بود که یک دختر و یک پسر در حال بازی کردن در آنجا بودند. توصیف این بخش کمی سخت است، چرا که یک احساسی همانند این داشتم که هم می توانم در این مکان بمانم و هم می توانم این مکان را ترک کنم، اما هر بار که سعی کردم ترک کنم نمی توانستم ترک کنم. من تمام دلایل برگشتم را به یاد آوردم و گفتم که من می خواهم برگردم تا مادرم را تنها نگذارم و سپس روحم به بدنم بازگشت، در حالی که به مدت 6 دقیقه اصطلاحاً مرده بودم. مورد چهارم، چرت زدن. آنگونه که میتوان حد زد، یک نوجوان نمیتواند مفهوم مرگ را بداند. یک کودکی که برای شیمی درمانی آمده بود شروع به خونریزی از بینی کرد و با مقداری عفونت به مدت چند دقیقه فوت شد، اما خوشبختانه مجددا به هوش آمد و به خوبی آن را توصیف کرد.
بدترین بخش از همه این موارد این بود که این فضا بسیار آرامش بخش بود. این مانند این است که شما هر روز صبح ساعت 7 دکمه شورت زدن موبایلتان را بزنید و بعد از به یاد آوردن این که وقت کار شما است یا وقت مدرسه شما است، باید فوراً از جایتان برخیزید و به آن بپردازید. برای من دقایق کوتاه مرگ مثل چرت زدن سپری شد که در میان آن آرامش عذاب‌آور هر لحظه احساس می‌کردم که باید از خواب بیدار شوم و می‌خواستم به زور هم که شده خودم را از خواب بیدار کنم. مورد پنجم، آیا این مانند جیغ کشیدن است؟ از زبان یکی دیگر از افرادی که فوت شده بود و مجدداً زنده شده است، می‌خواهیم تصویری که او مشاهده نمود را بیان کنیم. در سال گذشته یک حمله قلبی داشتم و قلبم 3 بار در اتاق اورژانس ایستاد. ظاهراً هر بار که ایست قلبی می کردم این احساس را داشتم که همانند یک شوخی است و هیچ چراغی یا نوری را نمی توانستم مشاهده کنم و این احساس تنها مانند خواب بود. در حقیقت مرده بودم، اما احساس می کردم که خواب هستم. مورد ششم، چیزی بعد از مرگ به یاد نیاوردم. در اثر تصادف یکی از شهروندان به مدت چند دقیقه فوت شده و بعد از زنده شدن گفت که هیچ چیزی مشاهده نکرده است و تنها خاموشی مطلق را دیده بود و این میتواند به دلیل زمان اندکی که او فوت شده بود و نتوانسته بود چیزی را درک کند باشد. ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. لطفا ما را سابسکرایب کنید. شب و روزتون خوش.